در دل کوه‌های سربلند که اقتدار را نشانند. در پهنه وسیع دشت‌ها که گواه عزت و اعتبار ملتی بزرگ بودند، در آغوش نخل‌ها که خاطرات 8 سال جنگ را هنوز زیاد ها نبردند، در اعماق زمین، در شهرهای موشکی، در تونل‌های عریض و طویل، در وجب وجب خاک ایران سرفراز، بیشمار موشک پنهانند، صف کشیده و منتظر تا مگر دیو و دد خطا کند. که امروز ایتها چشم به آسمان بوده، سند اقتدار و ضامن امنیت ایران اسلامی است. اقتدار و امنیتی که میراث ماندگار مردان از جان گذشته است. چه زود گذشتند آن سالها و چه زود فرماندهی آتش خونپاره در تب و تاب روزهای دفاع مقدس به قوای موشکی بدل شد که افتخار و عزت و اقتدار را برای ایران به ارمغان آورد. چه زود و چه سخت گذشتند آن سالها، ولی همه می دانند که تو و یاران وفادارت هر آنچه داشتید در طبق اخلاص نهادید تا سختی آن روزها را به امنیت این روزها پیوند بزنید. و این همه نمی شد اگر چراغ راهتان در بزنگاه های دشوار و تاریک تاریخ توکل به خدا و توسل به ائمه نبود، قره نبودید به قهرمانی هایتان، پهلوانانی بودید راضی به رضای پروردگارتان، پس چه جای شگفتی که دست خدا همراهتان و سایه مهرش پشت و پناهتان بود. این
معنوی بچه ها، اون جریه ها، اون سرسخول ها مستقیل نشه به تعداد سرکو ها و تعداد موشک ها در روز خیلی احساس نمیدونم رژه ها داره دست رو بره. من مستقیل بشی بچه ها به اون اخلاص ها بچه ها، اونی که برای امام رو زمان جنگ و این ولی روزا به مزدون آنها رو یادی کنیم، اون موقع خدا شما رو روزا تو هم کنیم. با اخلاصی که از امامتان ودیعه داشتید، کوه اگر در مقابلتان قد علم می کرد، می شکافتید. خواب با چشمهایتان و خستگی با تن و جانتان بیگانه بود. شما مبارزان نستوه ملتی خدایی بودید که در قاموستان هیچ نبود جز پای مردی و ایستادگی. قالت حسین علیه السلام: لیس لانفسکم ثمن الا الجنه ولا تبیعوها بغیرها. عزیزان و برادر گل ما، اگر مستاق این جمله رو من خدمت شما بخوام عرض کنم، موضوع رو به کسانی میدن که سراسر زندگیشون تلاش، کوشش، پایمردی برای رسیدن به هدف مقدس. باور کرده بودید که میتوانید. آتش پیروزی وجودتان را لبریز کرده بود و ایمان و اعتقاد یار و یاورتان بود که قدم به قدم قله های افتخار را فتح می کردید. هر موشکی که دل آسمان را می شکافت، نوید بخش فردایی بهتر بود. شما محکوم بودید به پیروزی و نصرت الهی. و یقین بدونید هر مجموعه‌ای که استوار بر این مشیه محکوم به پیروزی و نصرت الهی است و این رو خدا با این دو چشمامون به ما نشون داده. الان شهادت میدن اون نصرت خدایی رو، نصرت الهی رو، وقتی که ثابت قدم بودیم با چشم اون نصرت خدایی رو. همیشه بچه ها بگید برگرد موضوع رو راضی نباشید و همیشه بگید اهداف بلند بچه ها بگید. برد نگاه هایتان دور دست‌تر از آن بود که در افق نگاه کوته بین دژخیمان بگنجد و آرزوهای دور بردتان آرزوهای ملتی آزاد را معنا می کرد. تو و یاران انقلابیت فرزندان ولایی و افتخار آفرین ملتی بزرگ بودید که اقتدار موشکیتان اقتدار نظام اسلامی را به رخ دشمنان قسم خورده آن می کشید. امیدوار هستم که خداوند عز و جل اشاره به ما این قدرت و توان رو بده که رضایت امام و شهدا رو انشاءالله لحظه‌ای که چشمای ما بسته میشه به واسطه یه عمل کرده شایسته اون انشاءالله جذب کرده باشه. شهاب و فاتح و زلزال، سجیل و هرمز و قدر و قیام، میراث ماندگار شما برای حفاظت از آب و خاک و عزت ایران اسلامی بود، عزتی خار چشم ناپاک دشمنان. و کسانی که حرف من در آینده میشن بدانند خدمت در این فرماندهی و ایجاد قدرت توفیق بزرگی است که خدا به هر کس این توفیق رو نمیده الا به افرادی که لیاقت و بزرگی لازم رو برای حضور در این مجموعه مبارک داشته باشند. و درود و رحمت خدا بر بچه ها، فرماندگان، کسانی که در فرمان موشکی امام رو یادی کردن و درود و رحمت خدا که امروز فرمانده معظم کلوغ رو در فرمانده موشکی یاری میکنند.